بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم از هر چه اولتر به شما همه برادر خوش آمدید میگویم و خوشحال هستیم که امروز در فضای امن و برادری در کشور خود در وطن خود در پایتخت خود با یک دیگر می بینیم و نظریات یک دیگر را می شنویم. این جای خوشحالی و جای افتخار است. ما همیشه گفتیم امارت اسلامی پالیسی سامی است که یک کس در اقتدار باشه یا نباشه وطن وطن عزیز مشترک همه افغان هست و هر یکشان حق داره که در وطن خود، در خانه خود، در باغ و باغچه خود، در قریه خود زندگی داشته باشه. این همه پیغام از روز اول هم بود، علی معنی پیغام داریم و آمدن شما انشاءالله در این پروسه یک تاثیر خیلی خوب داره. به این خاطر که تبلیغات زیاد میشه که شاید همی کسانی که اونجا بره و به تکلیف میشه، به اذیت میشه، ولی الحمدلله شما همه که آمده ای و هرچی به سر چشم خود میبینی یه یک چانس شد برای دیگه هم، برای دیگرها هم که امرای شما در رابطه شود که صورت حال چی است. وقتی که این برادرها بیرون بود نمی آمد امی گپا میشد که اگه بره و شاید برش نقصان و تاوان برسه، ولی که آمده با سرش تبلیغات پشتش تبلیغات میشه که چرا رفته، چرا رفته. عجیب یه است که کسی که به وطن خود میره وزیر سوال میاره، عجیبه. خب به هر حال این نمی پالیسی امارت است که بعد از تحولات چار دهه گذشته یه طور یک فضا برابر شوه، یه طور یک زمینه مساعد شوه که هر افغان در هر بخش که کار کرده میتانه و در هر مسلک که بود و در هر تنظیم که بود اونها در وطن خود بغیر از کدام ترس و تشویش بیایه زندگی بکنه، پس برو پس بیایه. ما دو روزم با بعض برادرها گفتیم که جوانا مردا برادرهایی که سرپرستی خانواده خود داره اونها میره به خارج مزدوری میکنه، غریبی میکنه، تجارت میکنه، ماموریت میکنه، ولی خدا نخواسته که مجبور به یه میباشه که باید خانه و بچه و کوچ همه ببره یک مشکل خیلی کلان. ولی باید همه بفهمه پیش از این تحولی که در 15 آگست آمد تقریبا هرچی تحولاتی که آمده، هرچی حکومت هایی که گذشته این طور بود که افغانستان افغانستانی مسئولین یا افغانستانی حکومت بود، افغانستانی چارواک بود. علی ما می خواهیم که افغانستان 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 مردم افغانستان باشه، هر کس در خانه خود، در قریه خود زندگی آرام داشته باشه. این که کس در اقتدار باشه یا نباشه، این خود ما و شما حدود 40 میلیون نفوس داریم، با همه خود چوکی و قدرت واقعا نمیرسه. خو از خانه و از قریه خود خو باید بیرون و بیگانه نشود. به این خاطر ما امیدوار هستیم که با دیگه وطندارا که بیرون هست از طریق شما هم پیغام خوب پرستاده شود و این نمی اطمینان داده شود که اونمون تبلیغاتی که میشه الحمدلله افغانستان به او اندازه نیست. مثلا تبلیغات میشه که حکومت جدید امارت اسلامی افغانستان کسانی که در حکومت سابق کار کرده یا خصوصا در اردو، در پلیس و در استخبارات پورا هدف میگیره، تو باور بکو باور بکو در این مسی چار ماه گذشته ما فقط یک واقعه داریم در کابل که پیش شده و حال تحقیق جریان داره. معلوم نیست که به چه خاطر و از طریقی کی و دشمنی شخصی بود یا چی بود، لیکن بیرون بسیار تبلیغات میشه. شما میشنوی که در پنشیر و در اندراب و در دیگه جا کوچ اجباری میشه و بسیار مردم کوچ کده و بسیار مردم زخمی و
کشته شده ولی در حقیقت یک ثبوت ندارد. و یا مثلا چند صد هزار کسان، تقریبا حدود 1,000,000 کسانی که در اداره گذشته کار کرده بود، این خو همه پرشته خو نبود. علی یک کس جرم میکنه، یک کس دزدی میکنه، یک کس با دیگه کس جنگ میکنه، پس خو ادارات و محاکم و همه مجبور است که از عمل کردن آینده خود ما مستثنا هستیم، نه دیگه کسا مستثنا است که خدا نخواسته کس جرم میکنه و کس چیز نباید. عاب عمومی که اعلان شده و خب خاطری که با او کسانی که در ادارات گذشته کار کرده بگو او همه عاف است هرچی که شده و در آینده خب امکان نداره، نه شریعت اجازه میده نه قانون میده. ولی اگر یک کس در هر دوسیه که گرفتار میشه و رنگ ایتون میده که یه بخاطر گرفتار شد که در اداره سابق کار کرده بود، ولی حقیقت هم ایتون نیست. همه بندیخانه های افغانستان اگه دیده شود، ما الحمدلله بندی های سیاسی نداریم و همه ادارات، همه محکم به این متوجه است. خود جناب امیرالمومنین حفظه الله به این خیلی متوجه است که به هیچ کس به این نام ضرر رسانیده نشود که اونها در اداره گذشته کار کرده. وقتی که همی تو یک زمینه خوب مساعد است، همی تو یک آغوش باز از طرف حکومت، بعد از خوب استفاده شد. کسانی که در خارج به سر می بره، ما بپام که اونچه زندگی سخت است و عزت و عبرو و خوشحالی که در وطن خود هست و خوب بیرون پیدا نمیشه. بس چرا نمی؟ یا به خاطر تبلیغات، یا یه طور فکر میکنه که شاید کدام تحول بیایه. یه هم یک فکر است که نمی پامیم چطور یک فکر ساده میکنه، زیرا الحمدلله اینمی حرکت و اینمی تحول که آمد، ای اگه همکاری مردم نمی بود نمی شد. السلام علیکم. و علیکم السلام. صحتون خوب است جان و جور است؟ بخیر است. خوب است جان و جور است. تشکر. کجا میرفتی آقای صاحب؟ هیچ اینمی کراچی گک ندمی کراچی گک ما هیچی میکنیم. خب کار میکنیم صبح که میم بگه ای میریم ها. خب افتخار ما هستم. کار میکنیم، زحمت میکشیم. کاکو جان، کار اینمی سرک تکمیل شده، این سرک خط کشی شده، پیاده روا سنگ فرش شده، نصب چراغا چقدر خوب شد؟ این خوب بسیار مثال یک گپ نیک است. ما خوش شدیم، خوش میشیم. اینمی جا دیگه موتر ها استاد میشد، را نداشت. این حالی فضل خدا شش قطار هفت قطار موتر میره. الحمدلله کل مردم که اینجا زندگی میکنه خوش است. حتی دمی 14-15 ولایت که او سوزه چی میکنه، اینمی کلشان خوشحال هستن. با خصوصا خود ما دیگه که من خوشحال هستم، فکر کنم که همی کل سمت خوشحال است فضل خدا. هر افغان با دیدن ساخت و ساز در کشور خود خواهی نخواهی خوشحال میشه دیگه. اگر افغان باشه، اگر افغان باشه گفته خودت، واقعا خوشحال میشه. واقعا اگر مثال خرابی شام دیدیم، این الحمدلله مثال خرابی که مردم ببینه خوبیش هست، یا این رقمی سوچه مثال پیدروهای ما، سرک ما، خطکشی ما، کل چیز دیگه اینمی خیلی خوشایند است. آقای صاحب در حدود 20 سال کدام توجود این سرک شده بود؟ نه، اینمی جا مثال یک سرک دروغکی جور شد. میگه در پلان است و در ما نه پلان شدیدیم در 20 سال پیش. دینمی دو سال اینمی سرک جور کرد، اینمی را دیدیم که گپشان مثال عملشان یکی بود. وقت شروع دیگه؟ شروع یعنی باید که گپ زدی باید عملشان کنی. واقعا در گذشته در اینجا رهبرهای پیشین جمهوریت رفت آمد میکرد، اما این سرک جور نمیکرد. این سرک او وقت میامدن، ما خزن هم حالا کراچیوان هستم، سرک یک ساعت بند میشد چی گپ است؟ میگه فلانی خان تیر میشه. باز میدیدین که بیادر 20 تا موتر پشت سرش، 20 تا پیش رویش خاکبات کرده تیر میشه. دیگه نمیفهمیدم که همی کی بود، کدام وزیر بود، کدام وکیل بود، کدام زورمند بود. دیگه به حضرت خدا مثال اینالی نه سرک بند میشه نه خوب میشه، از کدام را بندانی هم میشه مثال یکم چهارا دیگه مثال بیری بار اینمی تو روزا ایچی میشه. ولی فضل خدا گپای ایچی که است به حساب زورمند و که سرک علک فلانی خان تیر میشه، یه گپا فضل خدا ختم شده نیسته. آی چپ این سه لایه انداخی را خیره شد، یه قدر محکم کنکریتی جور کرد ماشالله. ای را خواهمی جخ ماخ در جریان بودیم، ای را سه شیفته چی می آمدن انجینرها که قیر می شد یا از همین اول تخت اولش سه دفعه برمه می کرد، این موادش معاینه می کرد.
دیگه اینال اینمی خطکش هایش بخیر مثال چیز آخری است تکمیلش میکنه و اینا را هم باز انجینر پاس باز میه باز بازرسیش میکنه که تباس یمی میاهری است خوبیش است خراب است کیفیتش چطور است دیگه تانز آخه کارش خیلی خوبیش پیش میره و دل تانجور شده سرک خیلی خوبیش واقعا که مثال دیگه این رقمی کاش که همی کل افغانستان ما همی رقمی جور شوه انشاءالله که زمینه کار زیادتر شوه با جوان ها با وطندارای ما که وطندارای ما نرن خارج از کشور همی وطنه که ما و شما نسازیم بیگانه که میسازیم واقعا این خارجوی کل ما هست از جوان های ما هست از کهنسال های ما هست از پیرای ما هست از کل از این آرزوی ما هست که خدا یارا توفیق بده دولت ما را که مثلا شرکت جور کنه این رقمی شرکت های ساختمانی است شرکت های سرکسازی دیگه فامریکا که همی جوان های ما واقعا از افغانستان لذت ببره بخیر باشی تشکر آرام باشی السلام علیکم سلام شما خوبه بخیر خوبه سن سیاد من بخیر باشی میشه خدا معرفی میکردین نامتان چی از کجا میرفتین امید قادری هستم همینجا یک دفعه یکی رکار داشتم و دیدن شما آمده بودم پس طرف خانه میرم نامتان قادری گفتین امید قادری تخلصتان قادری سیاد بله تخلص قادری سیاد قادری سیاد بزرگوار کار بزرگترین سرک تکمیل شده این سرک خطکشی شده و همچنان پیاده روی این سرک سنگ فرش شده چقدر خوب شد بسیار از نظر قانونی که میبینیم این سرک با که جور کردن بسیار استاندارد و خوب با یک ازدهامش کم شده دیگه ما از این راضی هستیم اینو میخوام پروژه ها که پیش بره ما الحمدلله خوش هستیم و نتیجهش خوب است حادثه کم است و تعداد راکبین هم زیافه موتران هم زیافه است برای ما بسیار خوب کار است چیزایی که بروجا که تکمیل شد ما خوش میشیم از بشون خانه کجاست؟ خانه از ما خیر خانه است قادری صاحب سابق حالت این سرک چگونه بود رفت آمد میکرده؟ سابق بسیار ازدهام بود تقریبا ما از شمالی که می آمدیم یک ساعت یک نیم ساعت دو ساعت دمی عده مزار تا اینجا بند میخوردیم حالا الحمدلله شکر در ظرف نیم ساعت در سر شمالی میرسیم تقریبا 12 ولایت افغانستان به گزمی سرک رفت آمد میکنن بله یقینا راست است که ما هم گفتم سابق میرفتیم فکر که از عدی مزار تا نیم سر شمالی ده کنیم دو ساعت از خاطر را بندان در سر شمالی میرسید ده دو ساعت اگر میرفت پنشیر انشاءالله حالا فکر که در نیم ساعت پروان میری نیم ساعت پس در سر شمالی استی بدل جور کرده سرک انشاءالله خدا هم دیگه توفیق بتشان دیگه هم این کارا را بکنن و سرکا کلان شد پدرها جور شد ازدام کم شد ما ازشان خوش هستیم قادری صاحب بلا بالا با حکومت خیلی ساخت ساز و پروژه ها و اینمی سرک هست و آب و برق هست اینمی چیزای اولی است که برای یک ملت آماده میشه منطقه پیشرفت میکنه منطقه پیشرفت میکنم اما ما به دنیا معلوم میشیم که اینقدر در ملک خود خدمت میکنیم کار میکنیم این گپا بسیار برای ما خوب است چی پیام داریم؟ پیام داریم خدا هم توفیق بتشان که نمی رقم پروژه های بسیار خوب هم مانند آب است، برق است، سرک است، کار است، شرکت است این چیزها رو فعال بکنن ما ازشان خوش هستیم بخیر باشیم بخیر باشیم السلام علیکم بیادر جان خوب هستی؟ بخیر هستی صحت داری شما بخیر هستی زنده و جور بشی برادر میشه خدا معرفی میکردی نامتون چی است اینجا چی میکردین سبحان الله عزیزی هستم یکی از باشندگان سر کوتل دیگه اینجا غرفگک داریم همینجا کار غریبی میکنیم ماشاءالله این مبارک باشه کار بزرگترین سرک کابل تکمیل شده این سرک خطکشی شده و همچنان پیاده روش سنگ فرش شده نصب چراغا چقدر خوب شد واقعا این جای خوشحالی است با تمام ملت افغانستان همچنان با تمام مردم کوتل که فعلا رابندی ما اینه با این یک ذره کار جوریان داره اینجا که کارش تمام است فضل خدا رابندی هم نیست مردم هم خوشحال است دیگه یک کمی که مردم توجه داشته باشه که یک کمی نظافت مراد بکنه در سرک بسیار کار نیک است باورت میشد یک روز این سرک این رقم تکمیل شوه؟ والله خب آینده ما رو خبر نداشتیم که میشه یا نمیشه ولی که فعلا شده زیاد خوشحال هستیم شاید دگام جور شود اینمی برقایش جور شود اگه بخیر اینمی گلدانایش جور شود واقعا بهترین شهر ما دگه واقعا جور میشه دگه شهر ما که هرچی که مقبولتر شود ما هم خوش میباشیم هم راحت میباشیم هم رفت آمد ما به کابل به سوی شمالی بهترین را جور میشه دگه مسیر چند ولایت هست همین؟ اینجا تقریبا مسیر 7 ولایت است دیگه از ولایت افغانستان رفت آمد میگه مسیر شمال افغانستان شمال افغانستان تقریبا نمیدونم 7 ولایت 9 ولایت است نمیفهم خود دیگه واقعا بیربارش ازدحامش زیاد است از نظر موتر زیاد ازدحام داره
امیال فعلا پایین بری اینجا کار جریان داره، زیاد رابندی وجود داره. شاید شما هم دیده باشین که رفت آمدتون شمالی کرده باشین، اینجا بسیار زیاد ازدحام میشد. حال فضل خدا خوب است، ایسونش که جور شده بهتر، مردم راحت میباشه.